چای و روایح چای مانند جز اون دسته از نوتایی هستن که قشر خیلی خاصی رو به خودشون اختصاص میدن. این قشر، این افراد شاید با من و شمایی که دنبال عطر چای نیستیم کمی فرق داشته باشن. معمولا انسانهای مینیمال، سادگرا و بی درد سری هستن. آدمای اجتماعی، مثبت اندیش، خوشبین و آدمایی هستن که وقتی باهاشون حرف میزنین انگار فرش میشین، بهتون میچسبه. زندگی رو بی درد سر میخوان، درست مثل رایحه خود چای بی درد سر و بی پیچیدگی هستن. خود رایحه چای هم در واقع همین قابلیت ها رو داره. یک رایحه صمیمی، دعوت کننده، خیلی مثبت، خوش و روشن. توی این ویدیو 10 تا عطر از بهترین عطرهای زنونه با رایحه چای رو براتون در نظر گرفتم. در ضمن اینجا بگم که دیگه اون کاغذ رو استفاده نمی کنم، هرچی هست دیگه تو آرشیو من ثبت میشه با همه جزئیاتش. پس اگه موافق باشیم بریم با هم دیگه یه نگاهی بندازیم به 10 تا عطر چای برای خانم ها. بچه ها سلام، کیوان هستم از گروه سمور و امروز میخوام توی این ویدیو 10 تا عطر زنونه با بوی چای رو بهتون معرفی کنم که طبق معمول هیچ اولویت قیمت، الفبایی یا کیفیتی نداره و در واقع شماره 1 با 10ش چندان فرقی نداره، فقط بر اساس کاراکتر و رایحه اینا جدا شدن از همدیگه. سعی کردم عطرهایی باشن که توی ایران گیر میان و تقریبا ترجیحاً یعنی قیمتهای مناسبی داشته باشن، گرچه حالا چند تاشون ممکنه یه خورده گرون قیمت تر و از بقیه باشن. با شماره 10 شروع میکنیم از برند جنیفر لوپز عطر استیل. استیل میدونین عطری که تو سال 2003 اومده بیرون. معمولاً برندهای سلبریتی رو مثل جنیفر لوپز، ماریا کری یا کیتی پری و بقیه رو توی ایران اینجوری یا کلاً توی دنیا اینجوری قلمداد میشه که کیفیت پایینی دارن، چون عطرهای دم دستی هستن، قیمتهای پایین دارن و اینا، ولی لزوماً اینجوری نیست، استثناهایی هست این وسط و استیل یکی از اون استثناهاست. عطریه که با یه فضای آروماتیک، کمی پودری و یه ذره فلورال و البته رایحه چای در رأس همه اینا سعی میکنه یه حس خیلی دعوت کننده و صمیمی و در این حال شیک رو بهتون بده. انگار که توی خونه نشستین از پشت پنجره به بارون بیرون و در واقع شرشر بارون روی شیشه های پنجره تماشا میکنین، یه همچین حسی رو بهتون میده. شماره 9 از برند بلگاری عطر او پارفیومی او توخت یا همون توخت باید بهش گفت یا بعضا توورت بهش میگن. این اولین عطر بلگاری بوده که تو سال 1992 توسط ژان کلود النا ساخته شده. سلطان بلا منازعه رایحه چای تو کل ادوار عطرسازی به نظر من. یه کوچولو یه چیز بامزه بهتون میگم، این عطر اول قرار بود که برای به عنوان امبیانس فرگرنس توی بوتیک بلوبری ساخته شه که در واقع وقتی مشتری ها میان توی این عطر رو توی فضا استشمام کنن. مشتری های بلوبری خب میدونین حالا ما میریم عطراش رو با قیمت ارزون میخریم، ولی خب جواهراتش واقعا ارزون نیستن و مشتری های مایه‌دارش وقتی میان تو در واقع یه جورای شیفته این رایحه بی‌قلقش، مایه‌داری، سبک، تابستونی، سبز و یه کوچولو انیمالیک میشن که حس مایه‌داری و لوکس بازی بهتون به راحتی میده. انگار که مایه‌دارین ولی نیاز نیست که در واقع خودتون رو نشون بدین. و در واقع طلب این عطر، طلب این قضیه که بالا میره، تقاضاش که بالا میره، بلگاری تصمیم میگیره که برای چند تا از مشتریاش یه تعداد محدودی از اینا رو تولید کنه. 300 تا شیشه از این عطر تولید میشه، ولی خب هی تقاضا بالاتر و بالاتر تا اینکه بلگاری تصمیم میگیره که لاین عطرش رو تأسیس کنه که در واقع با همین عطر اوتوقت لاین عطر بلگاری تو سال 92 شروع به کار میکنه. رایحه این عطر همونجوری که گفتم فضای کاملا سبز داره، سبز و آروماتیک و مرکباتیه، بیشتر یه عطر فرش و تابستونیه، عطری که توی تابستون به راحتی میتونیم بیرون استفاده کنیم و توی زمستون اگه خونتون گرمه و نورانیه میتونین در واقع این عطر رو توی خونه وقتی مهمون دارین یا وقتی خودتون حال میکنین که مثلا فرش باشین مخصوصا بعد حموم استفاده کنین. معمولا خانوما روی اینجور عطرایی که توی خونه استفاده میکنن هم خیلی وسواس نشون میدن، آقایون کمتر، و این یکی از اون گزینه‌های واقعا خوبیه که میتونین در واقع
فکرم میکنم قیمت آنچنان بالایی نداشته باشه الان توی ایران. خب عادتا بالای یه تومنه، چون الان دیگه عطر زیر یه تومن خیلی به ندرت گیر بیاد، ولی خب عطریه که در واقع میتونید توی کلکسیونتون داشته باشین، به نظر من باید داشته باشین اگه واقعا رایحه چای رو دوست دارین. شماره 8 از برند بولگاری، عطر او پارفومی او ته بلو. این عطر تو سال 2015 ساخته شد، یعنی بین اوت وقت و اوت بلو تقریبا 23 سال فکر میکنم، آره 23 سال اختلاف زمان وجود داره و میتونم بگم یه ورژن اروماتیک تر با بوی استخدوس و بوی پودری زنبق و یک فضای سبز همچین یه خورده تیره تره که یه کوچولو هم در واقع سمبالاتر از اوت وقته و در این حال یه خورده تمیزتر از اوت وقته. اوت وقت حالت کلاسیک خودش رو حفظ کرده، ولی خب اوت بلو یه ذره مدرن تر و یه کوچولو هم سمبالاتر. حالا مثلا خانمایی که یه ذره استایل رسمی تر توی خونه مخصوصا میپوشن، فکر میکنم اوت بلو رو بیشتر بپسندن. یه ذره جدی تره، یه ذره استایل رسمی تره، مخصوصا وقتی مهمون میاد در واقع چهار تا لباس غیر صمیمی تر، نه چندان خودمونی تر وقتی میپوشن و یه چند تا جواهرات و اینا هم که میندازن، مخصوصا جواهرات طلای زرد نباشه، خیلی بهتر به این عطر میاد. فضای کلی این عطر یه کوچولو چرمی، یه کوچولو صابونی، کمی کلاسیک آشنا با بوی پودری زنبق و بوی آروماتیک لوندره که همه اینا در واقع زیر سایه چای قرار دارن و فضای با پرستیج، کمی جدی، کمی نوستالژیک مانند توی این عطره، ولی در این حال یه خورده حالت مدرن داره، چون اون فضای در واقع تهبوی انیمالیکی که توی اوت وقت بود رو شما اینجا ندارین. شماره 7 از برند الیزابت آردن، عطر گرین تی. این یکی جز اون دسته از عطرهاست که هر بلاگری از هر جای دنیا اگر بخواد یه دسته‌بندی از عطرهای چای درست کنه، بدون شک باید الیزابت آردن گرین تی رو توش بذاره. یک، قیمت بسیار نازل. دو، وفورش تو هر جای دنیا، همه جای دنیا این پیدا میشه. سه، رایحه اینجوری صاف و کف دستی از چای، رایحه سبز چای با یک عالم نوت‌های گیاهی و علوفه‌ایه که یه فضای مرکباتی خیلی نرمم بهش یه رندر خیلی شیک میده. فضاش آدم رو یاد کسایی میندازه که وسواس روی تمیزی دارن، همش مرتبن، همون میرن، تمیزن، رنگ پوستشون روشنه، روشن مرده نه، روشن جوندار و آدمایی این که آدم اینا رو میبینه حس تمیزی و کیف بهش دست میده و میتونم بگم کسایی که آرایش خیلی خفیف میکنن، خانمایی که آرایش خیلی خفیف میکنن، نور توی صورتشون براشون مهمه. اگر عینکی هستن فریم بسیار بسیار نازک انتخاب میکنن که در واقع صورتشون رو نبنده. رنگ موهاشون اگر رنگ کنن رنگای روشن، معمولا تونالیتای روشن رو انتخاب میکنن، یا اینکه خودشون یه ذره ذاتی یه ذره بلوند هستن، رنگ روشن میپوشن و در واقع حالا شال، مانتو یا هر لباسی که میپوشن یه حالت شل و چیز داره، همچین سبک و بی‌وزن داره. این عطر برای اوناست، این عطر کاملا برای اوناست. یه فضای تایملس، یعنی اصلا توی مود نبوده هیچ وقت، یه همچین عطر هیچ وقت مود نشده، هیچ وقت هم از مود نیفتاده، انگار یه چیزیه که باید باشه، یه قسمتی از زندگی شما. شماره 6 از برند ایوروشه، عطر توقت. این یکی برای اون کساییه که وسواسای خیلی بامزه دارن، وسواسای دوست داشتنی دارن، آدم های تمیزی هستن، مؤدبن، مبادی آداب حرف میزنن، خیلی اعصاب قورت داده و اینا نه، خیلی تر و تمیز و مبادی آداب حرف میزنن و حتی وقتی حرف میزنن هم شما کیف میکنه، چون بعضی دیدین یه حالت مؤدبی دارن که بقیه اذیت میشن، یعنی اعصاب قورت دادن خیلی در واقع خط قرمز دارن و آدم میترسه که در واقع با اینا در واقع استحقاق داشته باشه. این آدم ها اینجوری نیستن، اینا که من دارم راجع بهشون حرف میزنم و عطر ایوروش توقت رو استفاده میکنن، آدم های اصلا بیشیل پیلن و آدم های ساده ای هستن. آدم یاد لیلا حاتمی میندازه اینجور روایه، قبلی هم همینجوری بود، در واقع الیزابت آردن گرین تی هم آدم یاد لیلا حاتمی مینداخت. ظاهر ساده، صمیمی، دعوت کننده و آشنا دارن. فضای کلی این عطر هم یه فضای بی‌وزن، اوزونیکه و رایحه چایش کاملا رایحه چای سبزه.
یه گزینه دیگه که توی این لیست من نیاوردم دوست داشتم باشه از برند لوکسیتان بود با همین نام عطر توخت. شایعاتی میگه که لوکسیتان از ایران بوتیکاشو جمع کرده رفته، نمیدونم واسه همین چون مطمئن نبودم من این عطر رو نذاشتم توی لیستم، ولی خب اگه گیر آوردین حتما لوکسیتان توخت رو تست کنید، عطر جالبیه. شماره 5 از برند پارفیوم د امپایر عطر اوسمانتوس اینتردیت. این یکی یک رایحه کاملا منحصر به فرده، یک فضای کاملا اینتلکچوال داره، یه رایحه خیلی مختص و عجیب غریب از چای تو این عطره که با اوسمانتوس و زردالو هم همامیخته شده و یک فضای عجیب غریب جالبی داده بیرون که در این حال که بوی امروزی و خیلی خاص و خیلی در واقع هنری داره، یه نقبی میزنه به گذشته. ببینید یک فضای رترو داره که شما رو یاد قدیم میندازه، نه یاد عطرای قدیمی، نه، شما رو یاد قدیم میندازه. یه بوی شبیه بوی خونه پدر بزرگا و مادر بزرگا، یه بوی امن، آشنا، صمیمی، نوستالژیک، عین یه دفتر خاطرات یا عین یک آلبوم عکس قدیمی که شما از خونه پدر بزرگتون برداشتین و آوردین در واقع تو خونه خودتون نگه میدارین، یه جورای یک میراث خانوادگی معنویه براتون. این بو یه همچین حسی بهتون میده و به همین دلیل یک عطر واقعا خاصه. کسایی که استایلای خاص میزنن، کسایی که در واقع تو کافه‌های خاص میشینن با دوستای خاص، تو محیطای هنری زیاد سر و کله میزنن، آدمای منحصر به فرد و خاص پسند دور برشون زیادن و تیپ خودشون هم یه خورده خاص و عجیب غریب و یه کوچولو در واقع میشه گفت رتروه، فکر میکنم از این عطر خوششون بیاد، به خصوص که فضای پودری این عطر معمولا باب طبع اینجور دوستانه که معمولا هم توی اطراف خانه هنرمندان و یک سری کافه‌های مشخص این استایل رو زیاد میبینیم. یه برونگرایی خاصی داره در این حال که سعی میکنه یک بود شخصی خودش رو حفظ کنه و درونگرا باشه و در واقع رو بروز نده. یعنی در واقع اینجور آدم هم در واقع همینجوری هم، من خودم هم تا حدی اینجوری هم برونگرا هستم، ولی خب اون بود شخصی خودم رو یه قسمتیش رو توی دنیای خودم نگه میدارم و در واقع اون رو بروز نمیدم مگه کسی با من خیلی خیلی صمیمی باشه. و استایل ساده‌ای دارن، معمولا آرایش روی صورت زیاد نمی‌کنن اینجور خانوما، ولی خب لباسشون در واقع یه جورایی اون استایل و اون سلیقه و روحیات خاصشون رو لو میده. شماره 4 از برند هرمس عطر لومبر د مروی. لومبر د مروی یا لومبر د مروی لس نوشته میشه، همونجا که این پایین داره میخونیم، جزء فلانکرهای عطر اود مروی هست. این عطر شیشهش رو همینجا که دارین توی تصویر میبینین کاملا منحصر به فرده، خود رایحش کاملا منحصر به فرده، جزء اون عطرهایه که من هنوز یک کپی جدی ازش توی برندهای دیگه ندیدم. خیلی خاصه این رایحه و در واقع فلانکرم زیاد داره و یه جورایی با همین تعدد فلانکر جا برای دیگران برای کپی کردن نذاشته. یکی از اون دسته از عطراس، فقط یکی رو نمیگم، کل عطرای مروه میگم، یکی از اون دسته از عطراس که اونایی که سلیقه‌های خیلی خاص دارن، سلیقه‌های خیلی شیک دارن، یه خورده تینیجری هستن و در واقع دوست دارن که جوون و خاص جلوه کنن، میرن سراغ مروه، چون فضای پرتغالیشون که انگار پرتغال پخته باشین با اون فضای امبری یا کهربایی بیسشون تو همه عطراشون تکرار شده، یک رایحه عجیب غریب و در این حال کاملا صمیمی و دوست داشتنی بهتون میده. یعنی هم عجیب غریبه هم فضای صمیمی داره و عطریه که رو استایل خیلی تاکید داره. فضای کلی لومبر د مروی هم در واقع مستثنا نیست از این داستان. اون بوی شبیه پرتقال پخته توی همه این عطرا هست، توی لومبر د مروی هم هست، در کنار اون یک فضای دودی چای مانند که بوی چای دودی شده رو بهتون میده، یک کلاس تاریکی، یک پرستیژ خاصی به این عطر میده. عطریه که یه خورده تینیجریه و یه جورایی توجه جلب میکنه. خب دیدین خانمایی که در واقع جوان‌تر هستن بعدشون نمیاد که تو مرکز توجه باشن، این عطر در واقع این فرصت رو، این اجازه رو بهتون میده که در واقع خودتون رو بیارین توی پلان اول تو مرکز توجه. منتها از نظر استایل مال کسایی که در واقع کمبینای عجیب غریب ست میکنن، یه جورایی در واقع من یاد کسایی میندازه، یاد خانمایی میندازه که حالا یا خارجی هستن اومدن ایران یا مثلا ایرانی
هستن و مدت خیلی زیادی خارج از ایران بودن، وقتی میان ایران دقیقا نمیدونن چی باید بپوشن که یه جورای مد باشه چیز چه، و اون وسط ناخواسته کمباین خیلی بامزه ای از لباساشون ست میشه که خب نشون میده اینا ایرانی نیستن و اینا در واقع نمیدونن چه مد چی مده و چی مد نیست. و این عطر هم همونه، اون پارادوکس خیلی بامزه رو بهتون میده. کسی که دنبال اینجور پارادوکس هستن این عطر رو حتما باید تست کنن. در ضمن تولید 2020 تازه اومده بیرون، یه خورده باید وقت بدین تا برسیم به بازار ایران. شماره 3 از برند بردوس، عطر آسام آف ایندیا، که من این رو در واقع توی همین ویدیو، توی این لینکی که این بالا داریم مشاهده میکنین الان ظاهر شده، ویدیوشو عطرشو ریویو کرده بودن تو اون ویدیو، و یه فضای سپورت خیلی فرش، زندگی بیغلوغش، هیچ غمی وجود نداره، همه چی اوکیه توی این عطره، فضای فرش چای و لیمو و احتمالاً بهلیمو توی این عطره، و میتونم بگم مال کسایی که در واقع یه عطر رو دوست دارن بزنن که توی خونم استفاده کنم، برم بیرونم در واقع باشه، دوتا خریدم بکنم بین دوستاشونم، در واقع اون نشربوش، اون رایحه فرش و در واقع خیلی گیراش، یه جوره یه عطر امضای خیلی بامزه و خودمونی ازش ساخته که بوی چای خیلی خیلی تمیزی هم توشه. شماره 2 از برند ممو، عطر اینله، که الان دارم تستش میکنم، یه عطر بسیار شاد فانتزی میوه، این یکی خورده با بقیه فرق داره، رایحه چاییش رایحه چای سبز یا چای سیاه نیست، یه خورده میوه‌ای شده، یه خورده آروماتیک شده، مال کسایی که خیلی مثبتن، خیلی دوست دارن خوش باشن، رنگی رنگی میپوشن، حتی آرایششون خیلی چیز براق و غلیظ و تو چشم بیاس، رنگای خیلی شاد استفاده میکنن و اصلا کلا آدمای شادی هستن و آدمای صمیمی، اجتماعی، به شدت اجتماعی، رفیق باز و برونگرا. اگر یه همچین کاراکتری دارین توصیه میکنم حتما ممو اینله رو تست کنین، مخصوصا اینکه اینجور افراد از شیشه های ممو به شدت خوششون میاد، چون شیشه هاش واقعا خوشگلم هستن انصافا. و نهایتا شماره 1 از برند ویکتور ان رولف، عطر فلاور بام، که من توی ویدئوی بهترین عطرای زنونه پاییزی در واقع این عطر رو معرفی کرده بودم و واقعا هم یکی از بهترین عطرای پاییزیه. رایحه چای توی این عطر هم یه خورده با بقیه در واقع لیستمون فرق داره، این یکی کاملا برونگراست، خودشو نشون میده، خودشو به زورم شده میاره تو پلان اول میذاره، رایحه شیک، مدروز و خیلی فشنبلی داره و در قیاس با بقیه اونقدر حالت در واقع معصوم نداره، یه خورده دیتره، سکسی تره و عطر خیلی گیراتر و تو چشم بیاییه، که رایحه چایش در کنار در واقع پچولی و اون فضای گرمی که داره یه تلخی شیرینی خیلی نازی بهش میده. من واقعا عاشق این عطر هستم و یه عطر رد بالاست، میدونین یه رایحه خیلی چیزی داره، متداولی داره، ولی در این حال کیفیتش این رایحه رو یه حالت رد بالا بهش میده و از اینش خوشم میاد. معرفی 10 تا عطر از عطرهای زنونه بر محوریت نوت چای بود برای کسایی که در واقع اینجور روایح رو میپسندن. میدونین کسایی که عطر چای استفاده میکنن معمولا درگیر فصلش نیستن، چون من دیدم این عطرها رو در واقع توی فصول سردم استفاده میکنن، چون اون رایحه چایی که براشون مهمه، نه گرمی و سردیه خود عطرشون. و خب یه سری عطرها هستن که در واقع توی این لیست دلم میخواست باشن ولی خب نذاشتم، حالا به دلیل اینکه یا عطرهایی که الان نام بردم اولویت داشتن یا اونا اصلا توی ایران گیر نمی اومدن یا قیمتهای بسیار بالایی داشتن. ولی اگر شما هم در واقع عطرهای با بوی چای میشناسین که برای خانوما مناسب باشه، ممنون میشم زیر این ویدیو کامنت بذارین. با ما باشین در سمور با عطرها و ویدیوهای دیگه. فعلاً.